زمین که اعلان میکنم که قطعه قطعه شمیم حکومت تقلبی رو نمیپذیریم. قطعه قطعه هنگامی که افغانستان به یک قدمی پایان سفر 13 ساله مردم سالاری نزدیک شده بود، با آینده برای همگان مبهم. ایجاد ریاست اجراییه با پادرمیانی وزیر خارجه پیشین امریکا تازه ترین تجربه ای بود که افغانستان از رهگذر نظام حکومتداری آن را تجربه کرد. و در آن هنگام حتی دوام این حکومت در ذهن بسیاری از کسان پرسش هایی را ایجاد کرد. یک بدیلش کشمکشی دوامدار و بدون انتها که ما او را به نفع افغانستان نمی دانستیم. قانون اساسی افغانستان چنین پستی را پیش بینی نبوده. ایجاد این پست بر اساس مصلحت هایی بوده که متاسفانه به او اهدافی که قرار بود برسه نه تنها نرسید، بلکه نتایج برعکس را داد. دهیرا دیگه کلان شده. 33 سال پیش عبدالله عبدالله نخستین گام ها را برای کار از همین زینه ها برداشت و در غار کوهی در گوشه ی سفید چیر پنچیر برای درمان مجاهدین آستین برزد. یگانه جایی نمیجه بود اول که آمدیم. دلم انداختگی، اینجا دوا، مریضم که میامده میجه کردیم ما یک جایی چمه شد. دیگه باسپسان اونم دو تا اتاق کنیم. او که دیگه هم که بمبار شدیدتر میشد، روژه هم چمه کردیم، استفاده میکردیم. او وقت فکرم میکردی دکتر صاحب که یک روز از این کار تبابت به یکی از مقام های حکومت برسید؟ هیچ آرزوش هم نداشتیم، فکرم نمیکردیم. کم از کم یک سال در همین جا ماند تا اینکه پس از نخستین دیدار با احمد شاه مسعود نزدیک شد و این نزدیکی پنجره های تازه ای را برایش گشود. خود ما دست ما می آوردیم یک روز پس که بمبار نمی شد می آمده می جد خطی دکتر سید می شدیم اینه می جد نون تام مدوانو می خوردیم یک روز دیگر نمی آمده می آن سبشانه با خدا می کرد. مجاید خیزه تا دکتر سید شما خلاف دیگه سیاستگران چطور دستیت پیشرین بودن؟ یادت از گذشته مانده و چیز یکی ببین آدم بیشتر مردم رو زیادت دیده میتونه. گفت که تو از این یک تحقیق از اسیر از این اسیری که گرفته شده این مخابره چی؟ بازی تلفن تبته؟ نه گفتم که چی هست میشه مهم هست توقع و نازد مرگال جو وقتی که با دوستان قدیمیش روبرو می شود شوخی ها و بزلگویی هایش چند برابر می کردند. کاکا جان محمد از یاران احمد شاه مسعود است و در پنچیر کمتر کسی است که او را نشناسد. برای احمد شاه یک رادو آمد از این رادو های موجی کتا بود احمد شاه زیاد هم بی بی سی رو می شود ای که احمد گفت که در جیبم خود جایی نمی شد حالا من چه قسم کنم؟ یکی گفت بده من نگاه میکنم، یکی گفت بده نگاه میکنم، یکی گفت من نگاه میکنم، در وقت مجاهدین هر کسی که داد گفت نه. من گفت می جانم جان محمد، دو سال گرانتی، فقط 5 دقیقه به خبر آمد، چالان کردگی در بی بی سی من میارم برای تسلیم میدم. یک تاره جید که بغست کسی، من پس چیز کردم چیز هر دست مفتید می رادو یکی دو سه و چهار پنج ملک تا این پایان توته شد توته خب گاه خلاص امی گروپی که امرای عمر صاحب است ایتی اگتن دارن ایتی خوش هستن که نفذلی که کدام تواری اروس افتیده باشن. اما این خنده ها دیر دوام نمی آورند که خبر می رسد جنازه های 3 تن از نیروهای امنیتی را که یکیشان کماندو بوده است در این روستا آوردند. درد این مردم را تسلیت گفتن نه، بل تنها پایان این وضع می تواند درمان کند. بهش کس تسکین نمی شه و کسایی که شهید دادن همین تو تسکین می شه که دیگه یک تصمیم بسیار جدی بسیار خوب
دیگه گرفته شوه که همین مردم دیگه از این مصیبت خلاص شوه. ماهی یک بار به دور از جنجال های سیاست و کار به پنجشیر می آید. آمر صاحب به خود چی کردن؟ نقشه کردن؟ می گوید که برای لحظه های آرامش راستین این اتاقش در پنجشیر دلتنگ می شود. اتاقی که بخش آن را احمد شاه مسعود طراحی کرد. این یا چوب از صندوق چیست؟ از صندوق مرمیست. همین بسیار چوب خار است، بسیار چی داره، بسیار مقاومت زیاد داره. به گونه معمول پیش از 8 صبح به دفترش در ریاست اجراییه میاد. برنامه های مهم و خبرها را در همین آغاز روز مرور می‌کند. اما حتی برای رهبران حکومت هم برنامه ها نمی توانند که از پیش تعیین شده باشد، چون رویداد می تواند همه چیز را به هم بزند. بله مهین صاحب، سلام علیکم. بخیر باشید. بخیر باشید به خاطر زمین، چون تعداد زخمی ها بیشتر است. مثل این روز که خبر می رسد در شجدرک کابل انفجاری رخ داده است. از رئیس جمهور گرفته تا مقام های امنیتی با همه گفتگو می کنند. خانم جا راستی یا چیزی که شما می شود. چند دقیقه نمی گذرد که خبر می رسد در محل رویداد خبرنگاران نیز آماج حمله دیگری قرار گرفته. غم و اندوه در اینجا چند برابر می شود. این انفجار حال و هوا را در ریاست اجراییه به گونه کامل به هم می زند و هر کس به دنبال جزئیات این رویداد می افتند. برنامه های رئیس اجراییه در این روز هم به گونه کامل دگرگون می شود. روز بخیر، سلامت باشید. چی کنید؟ در چنین روز فرستاده ویژه سازمان ملل متحد برای بررسی اوضاع امنیتی به دفتر رئیس اجراییه می آید و در اوج نگرانی های امنیتی کم از کم نیم ساعت پشت درهای بسته گفتگو می کند. نگرانی هر دو افزایش تلفات غیر نظامیان است. Hello, sir. Nice to see you. As you know, today we lost our civilians. Do you think that casualty of the civilians is a big concern for in Afghanistan? It is a big concern. این یک نگرانی بزرگ است. این حمله به حرمتی آنان را به مردم سالاری و آزادی نشان می‌دهد. جزئیات حمله نهایی شده است و یکی از عادت‌های رئیس اجراییه این است که در هنگام شنیدن گزارش از همکارانش بر چوکی نمی‌نشیند. اما گاهی باز دنیا هم فراموش می‌کنه که دیگه چی می‌گذره. باز یک حادثه که می‌شه من متوجه می‌شم که چقدر اون که این جنایت هست در اینجا و این جنایت کار هست که چیز نیست، مرمار نیست. اما می شود که در پشت این دیوارها و موانع امنیتی اینجا در داخل کاخهای رهبران حکومت آرامش و آسایش را دید. در حالی که در بیرون از این کاخها مردم چون این آرامش ندارند. با کوچکترین رویداد همه چیز در این شهر به هم می‌خورد. تنها در سال گذشته بیش از 10,000 غیر نظامی کشته و زخمی شده. موسیقی
عبدالفتاح پدر یکی از قربانیان رویدادهای هراس افغانان است. پسرش راننده تاکسی بود و در انفجار در چهارراه زنبق که فاصله چندان با ریاست اجرایی هم ندارد با موترش یک جا ذوب شد. از 5 روزه که پدرم گم شده تا نامده من زیاد پشتش دو شده نمیخوام. پرسش اصلی بیشتر خانواده های قربانی خشونت ها این است که چرا خانواده های رهبران حکومت در بیرون از کشور و در آرامش بسر می برند و با درد مردم بیگانه هستند. امی زندگی با ما هیچ فضا نمیش. او کسی که این درد ندیده هرگز اینطور احساس کرده نمیتونه این درد ما را. شرایطی آمد که بیشتر در بیرون مانده فامیل ما. اما قضاوت فکر نکنم که احساس یک نفر به این مسئله وقتی که مسئله جان خود ما مطرح بوده ما کشور را ترک نکرده. از عبدالله میپرسم که امروز به دیدار زخمیان میرود اما با وجودی که خود یک پزشک است میگوید که تحمل دیدن زخمیان را ندارد. تا چند روز ناراحت میباشم؟ باز مجبور است آدم چی کنه؟ ناراحتی سر به سر میشه اما مجبور است آدم دنبال کار باشه. از میان برنامه های از پیش تعیین شده اش می تواند که تنها با مردم کاپیسا ببیند، آن هم در فرصت نان چاشت. معمولا چاشت، سوپ و یا سالاد می خورد. انرژی می دهد. در این روز معاون فرمانده کل نیروهای خارجی هم برای بررسی کمبودی های امنیتی به اینجا می آیند و در واقع نگهداری روابط خوب با امریکا بخش دیگر از ماموریت های رهبران حکومت است و به گونه معمول هر هفته با مقام های نظامی و غیر نظامی امریکایی در کابل دیدار می داشته باشند. هر انفجار و هر تلفات وحشتناک است، اما زمانی که بر مطبوعات و رسانه‌های آزاد چنین اثر بگذارد، یک اثر بزرگ بر جامعه دموکراتیک خواهد گذاشت. زندگی در کابل پس از هر حمله مثل که برای همه ادامه می‌یابد، برای رهبران حکومت نیز چنین است. یک روز جنجالی به پایان می‌رسد. در اینجا همه چیز به دور از سیاست و جنجال‌های کاری به پیش می‌رود. یک آدم صمیمی و گاهی هم بزلگو با طبع شوخ. چند؟ منو نخستین بار از کریکت را به دست می گیرم. در میابم که به مساف مردی رفتم که در این ورزش تجربه بیش از 30 سال دارم. دکتر صاحب بردن بلاخره باز همه گیرم. کلشانه این بسیار خوبه زیزی اپان است. یکان کتاب ناشته میکنم پورتش مالب نیست. با روزانه یک ساعت یک ساعت خونده دارم؟ یک تکر کنیم ساعت بزن. هر روز نمیشه. بزن وقتم پیدا نمیشه. یک روز بعد باز وقتی چکی شوه اینانی که هوا خوب باشه در بیرون باز بدمنده. ۵۸ سال پیش در همین خانه در کارته پروان شهر کابل زاده شد.
هرچند پدرش از بازار شکارپور شهر کندهار است، اما خودش هیچ گاهی در آن شهر زندگی نکرده است. رئیس اجراییه 3 دختر و 1 پسر دارد که در هندوستان به سر می‌برند. در زیباسازی بخش‌های این خانه طراحی‌های خودش نقش داشته است و اگر شب مهمان رسمی نداشته باشد در همین اتاق کوچک نان می‌خورد و دوست ندارد روی دوشک بنشیند. از غذا بیشتر چی را خوشتانه نخواست؟ غذای مزه داره. ماش بره و خوبه. قدر وقت میشه که خودتان به خریداری نرفتین؟ بعد از صنف 12 دیگه چی نشد؟ برابر نشد که من رفتم. دخل نشدین پشت او وقتا؟ پشت سودا خریدنش نه، پشت همی که آدم آزاد باشه و آزادی داشته باشه چرا نمی‌کنه. اما در این خانه چیزهای هنوز هم هستند که باید ببینیم. این چیز که میگفته چیز عجیبی نیست؟ هم مانند مجموعه لباس‌های رئیس اجراییه و این از خنداری هست؟ خندار است. اینا رو خودتان فرمایش میتین یا نه؟ نه، اینه کسی چکده روان کرده داره. این یا رو وقتی که من رفتم خندار رو در یک دوکان رفتیم مجموعه گرفتیم. یا میرکم هست، اینه هم دگهش درشی های نمیرکمی است. و از کام برنده رو پیسه خوش دارید؟ او رو چی میکنه؟ چیز خوب باشه. این هم اینه پیران ها یکان چیزای دیگه هم دوجه اینه. اصلا علاقه هم ندارد درباره لباسهایش چیزی پرسیده شود. این هم درشی هستن؟ نیک، قسمتش پیرانتون باناست، قسمتش معمولا لباسهایش از بیرون از کشور حتی در هنگام سفرهای رسمی و غیر رسمی می خرد. شبها معمولا مهماندار است و تا 12 شب بیدار می ماند. سحرگاهان هم پس از نماز صبح کتاب می خواند و بعدش آماده رفتن به دفتر می شود. رهبری 50% از کار حکومت وحدت ملی از پشت همین میز صورت می گیره و این میز هم پر است از گزارش ها و پرونده ها. در این شبانه روز بیشتر گزارش هایی که به رئیس اجرایی آمده و در سر میزش هست گزارش های امنیتی است که بعض از این گزارش ها محرم است که ما نمیتونیم که به جزئیاتشان بریم و در و دیوار دفتر کار آقای عبدالله هیچ تصویری از مقام ها دیده نمیشه، بل چند تابلوی است که به گونه مثال از خواجه پارسا و این طرف هم تابلوی از بند امیر و به این طرف اتاق آقای عبدالله هم از منار علم و جهل تابلوی است و فرنیچره که در دفتر آقای عبدالله کار گرفته شده از همون فرنیچر است که به آقای کرزی آورده شده بود. و اما در بیرون از اتاق کاری آقای عبدالله در دهلیز از ریاست اجرایی هم در کنار تصویر از آقای احمد شاه مسعود قهرمان ملی کشور و آقای استاد برهان الدین ربانی رئیس پیشین شورای عالی سال تصویر از آقای غنی هم دیده می شود، در حالی که از آغاز حکومت وحدت ملی هیچ گاهی هم نشده که روابط میان این دو مقام حکومت به حالت عادی برگشته باشد. رئیس جمهور از آغاز حکومت یک بار هم برای کار رسمی به ریاست اجراییه نیامده. آمدن نمایندگان ارگ به ریاست اجراییه باز هم نشان دهنده جنجال میان دو رهبر است. پسانتر برای من روشن می شود که نمایندگان ارگ برای قانع ساختن رئیس اجراییه برای توزیع شناسنامه های برقی آمدند و پس از 1.5 ساعت گفتگو نتوانستند که رئیس اجراییه را قانع بسازند. اما تصمیم ارگ ظاهراً برگشت ناپذیر است و فردای همان روز رئیس جمهور در مخالفت با خواست عبدالله عبدالله این روند را آغاز می کند. کاری که اینجا در ریاست اجرایی شوری برپا می کنه. وقتی اختلاف در این سطح ایجاد می کنه
در سطح رهبری حکومت وحدت ملی و رئیس اجرائیه شتاب زده برای موضوع گیریش رسانه ها را فرا می خواند. این دومین بار است که مخالفت های دو رهبر این گونه رسانه ای می شود. تفاوت نظر وجود داره خودشی؟ چیست؟ شما نمیگذارین از این؟ من گفتم که هر تصمیمی که گرفتیم برای ثبات سیاسی بوده و امروز هم مخالفت ما با این مسئله همیست که ثبات سیاسی رو به هم میزنه. من کمک کردن نمیتونم در آوردن ثبات سیاسی در این قسمت، چون من میدانم که چی واقع میشه. تشکر. اینجاست که مقام های غربی برای آرامش هر دو رهبر دست به کار می شوند و هر دو را به مسئولیت های اصلیشان فرا می خوانند. متحد بمانید و تا روز آخر این حکومت با هم کار کنید، زیرا افغانستان اکنون انتخابات هایی در پیش دارد که شفافیت این انتخابات ها نیازمند تلاش های مشترک رهبران حکومت است. در این روز رئیس اجرائیه نشست های ارگ را هم تحریم می کند و در نشست های مردمی در این روز مخالفتش را با رئیس جمهور در میان می گذارد. بدبخت ما هستیم که ما تو را اختیار دادیم. مردمانی که خود با ده ها مشکل روبرو هستند و برای بیش از 90% نبود امنیت مشکل اساسی است. نه پول بده، نه پیسه بده، نه دنیا، نه موتر، هیچ چیزی. مورد مخانه ما ببر که اولادای ما دین کرده که دکتر صاحب عبدالله را از یخنش بگیرن که از برای خدای چیار است. نظرات نو ایجاد شد بر تغییر پالیسی. اما او پس از بررسی تمامی مشکلات مردم به یکی از مهمترین نشست های هفته وارش می رود. شورای وزیران در واقع نشست است که در آن روی کارهای اجرایی حکومت تصمیم گرفته می شود. این نشست معمولاً 4 ساعت ادامه می‌یابد، اما بیشتر از نیمی از وزیران در این نشست شرکت نکردند. انتقادهای این هستند که بسیاری از تصمیم‌گیری‌های ریاست اجرائیه و شورای وزیران عملی نمی‌شوند. رئیس اجرائیه در چندین بار باستانسته که یک موضع‌گیری کنه که لاقل حرکات دیکتاتورانه ارگ تا اندازه کنترل کنه. در غیر از او از لحاظ پالیسی، از لحاظ ای که چی تاثیر بر زندگی مردم افغانستان کرده، من هیچ طور یک چیزی نمی بینم که بگویم که این یک دستاورد کلان برشان باشه. تا هنوز روشن نیست که در حکومت آینده هم تجربه ریاست اجرائیه تکرار خواهد شد یا نه. تغییر در دسترخان مردم و تأمین امنیت که مهمترین وعده های رهبران حکومت بودند، در محدوده همان شعارهای انتخاباتیشان ماندند. گزارش های وجود دارند که عبدالله عبدالله بار دیگر در انتخابات ریاست جمهوری پیشرو خودش را نامزد خواهد کرد. به نگرانی مردم این است که این شعارها بار دیگر از سوی نامزدان تکرار خواهند شد. و حتی میزان ناداری در افغانستان از 36% به 54.5% افزایش یافته است. به ناامنی ها همچنان آرامش شهروندان افغانستان را نابود می‌سازد. Thank you.